گاهی تصور میشه که ایرانی ها فقط اهل مبالغه و اهل تا حدودی گزافه بودن و شعرشون بیشتر شعر حماسی بوده از نوع رجزخوانی و حقیقت و تصحیح و تحقیق نمیدونستن. نباید اینجوری فکر بکنیم. در گفتار فردوسی در آفرینش کتاب در مورد شاهنامه به نصر ابو منصوری و خود کتاب شاهنامه فردوسی این چند بیت رو میخونیم که نشون میده چقدر از نظر حکمت و از نظر حقیقت و راستی موضوع برای فردوسی مهم بوده و پیشینیان ما با تحقیق، با گردآوری، با تألیف و با پژوهش، کلمه پژوهش و پژوهیدن و پژوهنده که بارها در شاهنامه فردوسی تکرار میشه تعارف نیست و این کارها شده بوده و روال کار تألیف بوده. تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان، از او هرچه اندر خورد باخرد، دیگر بر ره رمز من. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان، پراگنده در دست هر موبدی، از او بهره ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز شد. زهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که این نامه را یاد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، و از آن نامداران فرخ مهان، که گیتی از آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپه بد سخن، یکی نامور نامه افگند بون. چون این یادگاری شدم در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. این چیزیست که فردوسی از شاهنامه، از طرز گردآوری و شکل‌گیری شاهنامه منصور ابو منصور نقل میکنه. و در مورد خودش، خب این ابیات ما زیاد خوندیم که نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراگندم، یا این که پیف کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. این مقدار رو بعد از ادیبی که 35 سال از عمرش رو گذاشته برای یه چنین کار عظیمی پذیرفت، وگرنه در فروتنی و واقع‌بینی فردوسی این ابیات جای تفکر داره. سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای، نیابم که از برشدن نیست رای. کسی کوشود زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایه ای ساختن، بر شاخ آن سرو سایه فکن. خیلی اینو میشنویم که اگر فردوسی نبود زبان فارسی وجود نداشت، یا اگر فردوسی نبود ما به معنای یک ملت وجود نداشتیم. فردوسی پایه خیلی بلندی داره. فردوسی شاعر بسیار عظیمیه و پدر شاعران ایران از جهتی، ولی نباید فراموش کنیم که فردوسی خودش، فردوسی که گزافه‌گو نیست، فردوسی که دروغگو نیست، داره میگه که من از این درخت برومند نمیتونم بالا برم، ولی در زیر سایه این درخت بلند که زمانی اونو به نخل و زمانی به سرو تشبیه میکنه، از گزند خودم رو در امان میدارم. این سرو تناور و بلند فرهنگ ایرانه و تاریخ ایرانه و گذشته ایرانه که فردوسی هم در زیر سایه اون خودش رو از گزند محفوظ میداره. بنابراین این تفکر شاید خیلی درست نباشه که همه چیز از فردوسی آغاز شد. فردوسی به این دلیل این عشق در دلش جوشید و این آتش در وجودش روشن شد که چیزی سزاوار عشق ورزیدن و هیمه‌ای برای سوختن وجود داشت، و اون فرهنگ ایران و تاریخ ایران و سابقه بسیار غنی تمدن بود که فردوسی هم بخشی از اون بود. گاهی میشنویم که در زمان فردوسی زبان فارسی فراموش شده بود. این هم تاریخ‌دان‌ها الان به ما میگن که هرگز چنین نبوده،
در زمان فردوسی زبان فارسی هم زبان مردم بوده، هم زبان محاوره‌ای و متداول بین مردم بوده، هم زبان درباری در دربارهای محلی بوده و هم زبان شعر و فرهنگ و تاریخ بوده. بنابراین فردوسی رو یک تک ستاره در یک شب ظلمانی نباید دید، بلکه فردوسی رو باید یک ستاره بسیار درخشان در صور فلکی بیشمار آسمان فرهنگ ایران و تمدن ایران دید. یه چیز دیگه که خیلی روش تاکید میکنن اینه که در زمان فردوسی ملت به اون مفهوم وجود نداشته و بیشتر اینو تاریخ نگارای جدید و متأخر و به قول معروف آکادمیک حرفشو میزنن. این زیاد به نظر درست نمیاد. بله، ملل اروپا که تاریخ شناسی و تاریخ تحقیقی آکادمیک مدرن از اونجا میاد، این ملل همشون از سال 1300 میلادی به بعد تازه زبانهاشون شکل و در طی جنگهای خیلی زیادی یکی یکی این ملت ها از اون خاکستر روم باستان زاده شدن و متولد شدن. در مورد یه ملتی مثل ایران این موضوع قرنها قبل اتفاق افتاده بود و چیزی به نام ایران و چیزی به نام ملت وجود داشت در خاطره مردم. پس این هم زیاد درست نیستش که فردوسی وقتی از ایران حرف میزنه از یک مفهوم انتزاعی حرف میزنه که آرزوشو داشته روزی محقق بشه. نه خیر، این چیزی بوده که در تاریخ ایران وجود داشته و فردوسی در آینده ایران اون رو میخواسته و میدیده و آرزوشو داشته که زنده بشه و نوزایی بشه. اینا دو تا اشتباه بزرگه که یکی ما فردوسی رو مبدع و پایه‌گذار زبان فارسی به عنوان زبان ادبی بدونیم که اینطور نیست. فردوسی یکی از ارکان و اوتاد و یکی از شاهکارهای تاریخ ادبیات ایرانه، ولی تنها نیست و اونو باید در رشته ای از شعرا و ادبا ببینیم که کشیده میشه به درازای تاریخ. و یکی دیگه این که مفهوم ملت پیش از فردوسی وجود نداشته. این هر دو اشتباهه و بعد اینو در ذهنمون اصلاح کنیم.